اتحادیه دانشگاه ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی میگوید که پس از تعلیق دانشگاه ها برای دختران بسیاری دانشگاه های خصوصی با کمبود دانشجو روبرو شدهاند و با خطر ورشکستگی قرار دارند مسئول بخش رسانه های این اتحادیه میگوید که 30 تا 35 درصد از دانشجویان این دانشگاه ها دختران بودند اقتصادی ستون بیخی به حد دیر دی هم داوس چه تاوس رزا که كوما تقریبا دیش ترپنزي ديش پانتون دخس اقتصادي مشکلات لكابلا که چرت ستونزه زرافا نشی مشکلات حل نشی ممکن و شي مسئولان شماره از دانشگاه های خصوصی هشدار می دهند که اگر تعلیق دانشگاه ها برای دختران ادامه یابد بسیاری از دانشگاه ها و نهادهای تحصیلات عالی بسته خواهند شد در این مرکز علمی هیچ مرد وجود نداشت و ما اگر ای فرمان تطبیق شده ما پیدا کنه ما مجبور هستیم دروازه از این مرکز برای همیش بسته بکنیم و تونه ها به روی طبقه این بسته شده لیکن ما ایره به چیزی ما می میدانیم و میدوار هستیم که هر چیز در باز شوه و ما حسیلین تحصیلات خود ادامه بودن از سوی دیگر سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید که برای از میان برداشتن مشکلات دانشگاه های خصوصی تلاش ها ادامه دارند. که خندونه او کوم مشکلات سیدوی د خدمات مخنی ولیدا موږ د یو لپاره او اسان اسان وصول برابر کو ترسو دوی د خپل ولسته خدمات په چور اثر وراندې اتحادیه دانشگاه و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی میگوید که در حال حاضر 140 دانشگاه و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند و نزدیک به 200 هزار دانشجو در آن سرگرم آموزش هستند. هفته گذشته وزارت تحصیلات عالی با پخش نامه رسمی ادامه آموزش دختران را در دانشگاه و نهادهای تحصیلات عالی به حالت تعلیق درآورد.